کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. تعبیر خواب و بیماری‌های روانی. اثری از پروفسور زیگموند فروید، سرسلسله دانش روانشناسی نوین. صفحه 229، شیوه های نمایشی رویا 2. وقتی که در رویای نمایش چیزی را می‌بینیم که میان دو کس یکسان و مشترک است، این معمولاً بدان معنی است که باید به دنبال چیز دیگری رفت که میان آنها مشترک است، اما چون سانسور نمایش آن را ناممکن کرده، پنهان شده است. و در واقع اگر بتوان گفت در قلمرو به شرایط مشترک آنها یک عمل جانشینی یا انتقال رخ داده است. از این موضوع که شخص مرکب با عناصر مشترک غیر مهم و غیر قابل ملاحظه در رویا تجلی می کند، باید این نتیجه را گرفت که فکر رویا همچنین واجد عناصر مشترکی است که برعکس بسیار مهم و قابل ملاحظه است. این همانی یا تشکیل یک شخصیت مرکب واحد بنا بدان چه گذشت ممکن است به هدف‌های مختلفی در رویا یاری کند. مثلا به نمایش وجوه مشترک بین دو شخص، به نمایش جنبه‌های مشترک پس از جابجایی و بالاخره به نمایش اتحاد و اشتراک و اختلاطی که فقط آرزوی آن را در سر می‌پروراندیم. این آرزو که دو چیز بین دو کس مشترک شود و غالباً با معاوضه یکی با دیگری اشتباه می‌شود. این رابطه آخرین هم در رویا به شیوه این همانی یا جانشینی بیان و نمود می شود. در رویای تزریق به ایرما در واقع آرزوی من این است که این بیمار را با یکی دیگر مبادله کنم و به عبارت دیگر آرزویم این است که آن دیگری هم چون این یکی در آن موقع بیمار من باشد و رویا هم این آرزو را برآورده کرده و به تحقق می رساند و شخصی را در رویا به من نشان می دهد که نامش ایرماست، اما در حالتی معاینه می شود که مناسب آن دیگری می بود. مبادله مشابه نیز در واقع نقطه ثقل رویای عمو است. من خود را به جای وزیر گذاشتم. با او این همانی و یکی شدم و با همکارم همان رفتاری را کردم که وزیر کرده بود. یعنی از او مؤاخذه کردم. باری این شخصیت ماست که در هر کدام از رویاهای ما تجلی می کند و مستثنایی در این مورد ندیدم. رویا مطلقاً بر خودخواهی مبتنی است و هنگامی که جز خود کس دیگری را در رویا می‌بینیم، باید فرض کنیم که در پرتو عمل این همانی شخصیت ما در پشت این شخص بیگانه پنهان شده است و باید آن را بیرون کشید. اما گاهگاهی نیز شخصیت ما در رویا تجلی می‌کند، منتها وضع و حالش به ما نشان می‌دهد که در سایه عمل این همانی یا یکی شدن شخص دیگری پشت او پنهان شده است.
آنگاه باید از راه تعبیر کشف کرد که چه چیز مشترک بین او و خود ما وجود دارد تا بدان توجه کنیم. همچنین رویایی هست که شخصیت ما را همراه کسانی دیگر نشان می‌دهد و پس از کشف عمل این همانی آشکار می‌شود که اینا نشانی از ما دارند. آنگاه باید در پرتو عمل این همانی مزبور تجسمات گوناگونی را که سانسور مانع جولان آن شده است گرد هم آورد. بدین منوال می توانیم شخصیت خود را چندین بار در رویای واحدی نمایش دهیم. نخست مستقیما و سپس از راه این همانی با سایر کسان، یعنی با چندین عمل این همانی. از این نوع می توان مبالغی از افکار واقعا متنوع و رنگارنگ را متراکم و فشرده کرد. توضیح حاشیه: وقتی به درستی نمی دانیم کیست که شخصا ما را پشت خود پنهان کرده است، باید به دنبال کسی رفت که همان تأثیری را احساس می کند که ما در خواب خود. ادامه متن. حل و فصل مشکلاتی که از عمل این همانی پدید می آید در موارد اساسی محل بسی آسان تر است، برای اینکه شخصیت ما در این مورد اختلالی به وجود نمی آورد. در یکی از رویاهای من درباره شهر روم، شهری که در آن بودم روم نام داشت، اما از بسیاری اعلانها که به زبان آلمانی در نبش یکی از خیابانهای آن دیده می شد تعجب کردم. این خود تحقق و انجام آرزویی بود و من بیدرنگ به فکر پراگ افتادم و این از دوره ای از زمان جوانی من سرچشمه می گرفت که یک فرد تنپرست آلمانی سفت و سختی بودم. هنگامی که این خواب را دیدم خیال می کردم یکی از دوستانم را در پراگ می بینم. بنابراین این همانی یا یکی شدن روم با پراگ نشانه یک اتحاد یا اختلاط دلخواه و مطلوب من بود. چه شاید آرزوی من این بوده است که دوستم را عوض پراگ در روم ببینم و در این مورد شاید خواسته بودم پراگ را با روم مبادله کنم. این تصاویر مرکب و مخلوط در زمره چیزهایی است که اغلب موجب بروز ظاهر خیالی و تصور نکردنی رویا می شود و در واقع سبب ورود عناصری در محتوای رویا می گردد که هیچگاه قابل درک و تصور نیست. سیر روانی در این مورد یقینا همان سیری است که به هنگام بیداری باعث به نظر آوردن یا خلق موجودات عجیب و غریب از قبیل اژدها و جانوران دو جنسه می شود. و تنها تفاوت در این میانه آن است که مخلوقات خیالی هنگام بیداری برانگیخته هدفی است که در پیش داریم و حالان که تصاویر مخلوط رویا برانگیخته عاملی است که خارج از حدود آن است، یعنی برانگیختگی چیز مشترکی است که در فکر رویا هست. ساختمان چند شبکیه ممکن است به انهای گوناگون در رویا پدید آید. ساده ترین شیوه همان نمایش کیفیات اشیا است، توأم با این تصور که نمایش مزبور در خور اشیای دیگری نیز هست. به مدد شیوهی نسبتاً پیچیده‌تر جنبه ها و مختصات این دو نوع شی در یک تصویر گرد می آید و شباهت های واقعی به نحو ماهرانهی در آن مورد استفاده قرار می گیرد. بر حسب عناصر و مهارتی که در کار این اختلاط و اتحاد نقش مهمی را ایفا کرده است، تصویر مرکب ممکن است کاملاً نامعقول و یا خیالی و یا تصور ناپذیر جلوه کند. اگر اشیایی که باید واحد جدید را بسازند حقیقتاً با هم متناقض و مباین باشند، کار رویا اغلب به این منحصر می شود که تصویری مرکب ساخته شود با یک هسته مرکزی روشن و مشخص با اوصاف و کیفیاتی مبهم و تاریک. می توان گفت که یکی کردن یا این همانی در چنین موردی به خوبی انجام نمی گیرد و دو تجسم همدیگر را می پوشانند و یک قسم رقابت و همچشمی میانه ی تصاویر بصری وجود دارد و این شبیه نقشی است که اگر اندیشه ای را بر طبق تصاویر ادراک فردی مجسم کنیم حاصل می شود. رویاها پر است از این تصاویر و من تا کنون نمونه های از آن به دست دادم و اینک چند نمونه ی دیگر. در رویایی که اندکی پیش شرحش گذشت و زندگی نایم بیمار به صورت گل یا پژمرده نموده شده است، من رویا شاخه پرگل به دست دارد که چنان که بررسی کردیم در این حال هم گواه اسمت و هم بی اسمتی اوست. چگونگی قرار گرفتن گلها روی شاخه مزبور یادآور گلهای درخت گیلاس یا آلبالوس، اما هر کدام یک گل کامیلیاست و به علاوه روی هم رفته جلوی یک گیاه غیر بومی را دارد. فکر رویا آنچه را که میان عناصر این تصویر مرکب مخلوط مشترک است توجیه و توضیح می کند.
یعنی شاخه پرگل جانشین هدایایی شده است که میبایستی بیمارم را به این نکته متمایل میکرد که خود را مهربان و خوش اخلاق نشان بدهد. به هنگام کودکی به او آلبالوگیلاس میدادند و اندکی بعد نیز گل کاملیا را به او دادند و عنصر غیر بومی اشاره است به یک دانشمند علوم طبیعی. مسافر بزرگ که خواسته بود با تقدیم نقشی از گلها مهربانی و پذیرایی محبت‌آمیز او را جلب کند، بیمار دیگری شیء مرکبی در رویا می‌بیند که نشانی از اتاقکی کنار دریا و مستراح دهکده و پنجره جلوی شیروانی خانه‌های شهری را دارد. دو عنصر اول مربوط است به برهنگی مردان و از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که وی در روزگار کودکی برهنه شدن اشخاصی را در محوطه زیر شیروانی دیده بوده است. بیمار دیگر مکان مختلطی را در خواب می‌بیند که از دو محل ترکیب شده است. در این مکان هم مداوا و معالجه می‌کنند و هم به او احترام می‌گذارند. کلمه مداوا و احترام در زبان آلمانی یک معادل دارد و آن کلمه کور است. این همان اتاق مشاوره من و همان محل عمومی است که نایم نخستین بار زنش را در آنجا دیده بود. دخترکی که برادر بزرگترش به او وعده داده است که به خاویار مهمانش خواهد کرد، خواب می‌بیند که پاهای برادرش پوشیده از دانه‌های سیاه خاویار است. واگیری به معنای اخلاقی و خاطره یک جوش زیاد درآوردن در دوران بچگی که طی آن پاهایش از جوش‌های قرمزی پوشیده شده بود، با دانه‌های خاویار چیزی که برادرش به او وعده داده است، ترکیب شده تصویر تازه‌ای ساختند. قسمت‌های مختلف تن آدمی در این رویا به همان سرنوشتی گرفتار شده است که اشیا در رویای پیشین. در طی رویایی که پرنچی نقل کرده است به یک تصویر مرکبی برمی‌خوریم که از یک اسب و یک پزشک پدید آمده و یک پیراهن شب هم در بر کردند. وقتی که در طی تجزیه و تحلیل آشکار شد که پیراهن شب در واقع اشاره است به پدر نایم در یک صحنه مربوط به دوران کودکی بیمار، وجه مشترک سه تصویر مزبور آشکار گردید. در همه این تصاویر سگانه از اشیای سخن در میان است که باعث تحریک کنجکاوی جنسی نایم شده بود. زیرا در روزگار کودکی پرستارش غالباً او را به محل طویله های اسب‌ها و مادیان های نمونه نظامی می برد و وی توانسته بود این کنجکاوی خود را که هیچ چیز آن وقت جلودارش نبود در آنجا تسکین می دهد. بیشتر گفتم که رویا به هیچ وجه وسیله‌ای برای بیان رساندن رابطه ی حاکی از تناقض و تباین و به طور خلاصه کلمه نه ندارد، ولی اکنون نشان خواهم داد که همیشه نیز چنین نیست، زیرا برخی از تضادها و تباین‌ها به سادگی با همون عمل این همانی یا یکی کردن قابل نمایش است، یعنی اختلاف‌هایی که تباین آن به یک مبادله یا معاوضه می‌تواند وابسته باشد. ما این موضوع را با نمونه هایی به اثبات رساندیم، اما سایر انواع اختلاف ها که موجد کلماتی از نوع برعکس برخلاف در فکر رویا می گردد به نفع چگفتی که گاهی هم خوشمزه می شود بیان می گردد. خود این برعکس بودن در محتوای رویا تجلی نمی کند، بلکه به وسیله برعکس بودن نسبتاً معکوس یکی از قسمت های مجاور محتوای که قبلا تشکیل شده است به بیان می آید. توصیف این موضوع آسان‌تر از تشریح آن است. در رویای مناسب بالا و پایین تجسم بالا رفتن نسبت به تصویر نمونه فکر رویا، یعنی صحنه دیباچه صافو اثر دوده، واژگون و معکوس شده است. بدین نفع که با رویا نخست سنگین است و بعد سبک می شود. و حالا که در این صحنه این بار نخست سبک است و بعد رفته رفته سنگین تر می گردد. به همین نحو رویا مناسبات بالا و پایین را در مورد برادر نایم واژگون نمایش می‌دهد. جریان مزبور نشان دهنده این معنی است که میانه دو قسمت فکر رویا اختلاف یا تباین موجود است و ما ریشه آن را باز شناخته ایم و آن این است که تخیل کودکانه نایم او را در بغل دایه اش به نظرش آورد و آن عکس وضع قهرمان داستان صافو بود، چه در آنجا این قهرمان داستان است که محبوبش را در آغوش دارد. رویایی که در طی آن گوته را می‌بینم که با میم بدرفتاری می‌کند واجد همین برعکس بودن است. پیش از تعبیر رویا باید نظم و ترتیب حقیقی را برقرار ساخت.
مثلا در رویای من گوته به جوانی به نام میم میم حمله کرده است. و حالا که اتفاقا محتوای فکر رویا این است که مردی متدین یعنی دوست من مورد حمله نویسنده جوان ناشناسی واقع شده است، یا اینکه در رویای من ظاهرا از سال مرگ گوته حساب می کنم و حالا که حساب من از سال تولد مبتلا به فلج عمومی یا دیوانگی است. فکری که ظاهرا ناظم عناصر رویاست با این اندیشه که بتوان گوته را به جای دیوانه گرفت مخالفت می کند. رویا برعکس می گوید اگر تو از کتاب سر در نمی آوری، این تویی که عقلت قطع نمی دهد، نه نویسنده. همه ی رویاهایی که اوضاع و احوال در آن چنین واژگون جلوه می کند، گذشت از آن چه رفت، به نظرم گوشه ایست به این عبارت تحقیرآمیز. پشت به کسی کردن. رجوع شود به موضوع واژگونه شدن در مورد برادر در رویای صافو. وانگهی قابل ملاحظه است که از این شیوه معمولاً در رویاهایی که نشانی از سرکوفتگی تمایلات جنسی نسبت به همجنس دارند استفاده می شود. این عمل برعکس کردن به علاوه یکی از وسایلی است که بیشتر و آسانتر مورد استفاده رویا قرار می گیرد. نخست آن که علی‌رغم مخالفت فلان عنصر معین در فکر رویا به کار تحقق میل یا آرزو می آید. زیرا معمولاً در برابر خاطرات غمبار و غم‌انگیز مقاومت کرده می گوییم کاشکی عکس این واقع شده بود. اما نقش این عمل به ویژه در مورد مناسبتش با سانسور جالب است. به تغییر مکان دادن و جابجا شدن عناصر رویا اندکی خلل وارد می آورد. به طوری که در وهله نخست رویا کاملاً یک چیز نامفهوم و بی‌معنی جلوه می کند. به همین دلیل است هنگامی که رویایی به کلی گنگ و مبهم جلوه می کند، همواره باید کوشید قسمتی از محتوای پیدای آن را برعکس کرد، بسا که آنگاه همه چیز روشن و آشکار شود. همچنین از واژگون کردن در امر زمان هم نباید غفلت کرد. چه بسیار دیده شده است که جابجا شدگی و تغییر مکان دادن عناصر رویا از این نوع باشد و در مثل نتیجه ی حادثه یا استدلال در آغاز رویا تجلی کند و مقدمات استدلال یا علت وقوع حادثه بعداً بیاید. تعبیر رویا برای کسانی که این شیوه ی ویژه را در نمی‌یابند ناممکن است. توضیح حاشیه: بیمار هیستریکی هم برای فریب تماشاکنان خود به هنگام بحران به همین شیوه متوسل می شود. در مثل دختری که به هیستری گرفتار بود می خواست در مدت بحران خود داستان کوچکی را که در ناهوشیاری یا ناخودآگاهی خود پس از یک ملاقات در مترو طرح آن را ریخته بود نمایش دهد. پهلو دستی او که مجذوب زیبایی پای او شده بود مطالعه او را قطع کرد و با هم رفتند. و بعد نیز یک صحنه شدید عاشقانه پدید آمد، ولی او وقتی که دستخوش بحران شد صحنه مزبور را بدین ترتیب نمایش داد: لرزش تمام بدن، حرکات لبها به جای بوسه، بازوان متقاطع به جای هماغوشی. سپس به نمایش صحنه دیگری پرداخت، یعنی به اتاق دیگری رفت و به سوی صندلی نشست و لباسش را به طوری که پاهایش نموده شود بلند کرد و ادای مطالعه را درآورد. با من حرف زد و به من جواب داد. تذکر اتمیدبر نیز این است که وقتی که می‌خواهید رویایی را تعبیر کنید، نخست باید از آغاز تا انجام و بعد از انجام تا آغاز آن را بررسی کنید. ادامه متن: غالباً به معنای رویا دست نمی‌یابی مگر موقعی که به جهات گوناگون محتوای آن را این سر و آن سر و به اصطلاح زیر و زبر کنید. در مثل در رویاها جوانی که به وسواس گرفتار بوده و به هنگام کودکی آرزومند مرگ پدر بسیار سختگیر و خشن خود بوده است، خاطره این میل و آرزوی وی چنین بیان شده است. پدر بر او خشم می‌گیرد که چرا اینقدر دیر به خانه بازگشته است. اما پس از تجزیه و تحلیل نفسانیات و بررسی اندیشه‌های نایم ثابت می‌شود که دنباله رویا چنین بیان شده است. به پدر کینه می‌ورزد و می‌بیند که وی همیشه خیلی زود به خانه برمی‌گردد. البته دلش می‌خواست که پدرش هیچ وقت به خانه برنگردد و این چیزی جز آرزوی مرگ او نیست. در حقیقت نایم به روزگار کودکی به هنگام غیبت طولانی پدرش در برابر شخصی حرکت ناشیانه‌ای کرده و او به وی گفته بوده است که کمی صبر کن تا پدرت برگردد. برای تعقیب بررسی روابط موجود میان محتوای رویا و فکر آن
بهترین شیوه اکنون آن است که از خود رویا آغاز کنیم و درباره معنای پاره از علائم و نشانه های صریح تصاویر آن در رابطه‌اش با فکر رویا به پژوهش بپردازیم. به تعداد این علائم اختلاف شدت تصاویر مختلفه و اختلاف وضوح و صراحت قسمت‌های گوناگون رویا یا رویاهای کامل در مقایسه با هم وجود دارد. اختلاف شدت میان تصاویر درجات شدت و ضعف بزرگی را تشکیل می‌دهد و از آن تأثیرات روشن که بدون احتیاج به دلیل و برهان شدتی بیشتر از شدت عالم واقع بدان نسبت می‌دهیم گرفته تا این اختلاط و در هم آمیختگی خشم‌انگیز که آن را وجود مشخص رویا می‌نامند، برای اینکه نمی‌توان به تحقیق آن را با هیچ کدام از اختلاط‌ها یا ابهامی که در عالم واقع دیده می‌شود مقایسه کرد، همه و همه در این درجات گنجانیده می‌شوند. وانگهی معمولاً می‌گوییم تأثری که از این شیء مبهم و نامشخص در رویا عارض ما می‌شود قرار است. و حالان که تصاویر روشن‌تر و مشخص‌تر رویا مدت بیشتری دوام می‌آورند و احساس می‌شوند. باید از خود پرسید آن عاملی که در عناصر رویا موجد این اختلافات در شدت وحدت قسمت‌های مختلف محتوای رویا می‌شود کدام است؟ نخست به رد چند فرضیه بپردازیم. با توجه به این موضوع که احساس‌های واقعی را که به هنگام خواب توسط حواس ما اخذ می‌شود در زمره رویا به حساب باید آورد، می‌توان نزدیک به حقیقت دانست که فلان و بهمان از این عناصر مشتق از احساس‌های مزبور با شدت ویژه‌ای در محتوای رویا نموده شود یا برعکس، آنچرا که شدیدتر و نمایان‌تر از سایر عناصر رویاست به این احساس واقعی منسوب بدانیم. تجربه من چنین فرضیه‌ای را هیچگاه تایید نکرده است. این درست نیست که عناصر حاصله از تأثیرات واقعی محسوس به هنگام خواب از لحاظ شدت و حدت از سایر عناصر رویا ممتاز و مشخص باشد. چه عامل واقعیت در تعیین درجه شدت تصاویر رویا به هیچ روی مؤثر نیست. همچنین می شود فرض کرد که شدت محسوس یعنی حدت و برجستگی تصاویر گوناگون رویا با شدت روانی عناصر مربوطه در فکر رویا رابطه دارد. در اینجا نیز شدت با ارزش روانی اشتباه خواهد شد و شدیدترین عناصر چیزی جز مشخص‌ترین و ممتازترین یعنی همان عناصری که نقطه ثقل فکر رویا را تشکیل می دهند نخواهد بود. اما می دانیم که همین عناصر مخصوصاً به سبب سانسور به هیچ وجه وارد محتوای رویا نمی شود. آیا نزدیکترین مشتقات آنها که در حقیقت نماینده ی آنهاست با این وجود نمی تواند بدون آنکه مرکز ثقل نمایش باشد واجد درجات بالاتری از شدت در رویا گردد؟ مقایسه رویا و انگیزه های رویا موجب سلب اعتبار از این فرضیه می شود. چه میان شدت عناصر این دو از هیچ سوی رابطه‌ای وجود ندارد. میان انگیزه رویا و خود رویا یک تغییر جهت کامل تمام ارزش‌های روانی وجود دارد. بدین منوال که غالبا نشانه عناصر غالب و مهم در فکر رویا را فقط می‌توان در عنصری غیر مشخص که در برابر تصاویر قوی‌تر و روشن‌تر و برجسته‌تر محتوای رویا به زحمت به چشم آید جستجو کرد. شدت عناصر رویا به نحوی دیگری تعیین می شود، یعنی به وسیله دو عامل مستقل. به آسانی می توان مشاهده کرد عناصری که به مدد آنها تحقق و انجام آرزوها و امیال بیان می شود به نحوی مخصوصا شدید نموده می شود. وانگهی به تجزیه و تحلیل در می یابیم که بیشترین افکار از حادترین یا برجسته ترین عناصر سرچشمه می گیرند و حادترین عناصر در این حال عناصری هستند که بهتر از نظایر خود تعیین و تسجیل می شوند و ما در ضمن گنجاندن اصل یا قاموسی که از راه تجربه آن را کشف کرده ایم در فرمول زیر به هیچ روی دست به ترکیب آنچه در سطور بالا گفته ایم نخواهیم زد و آن فرمول یا قاعده است که عناصری واجد بزرگترین شدت خواست که به هنگام تشکیل مستلزم تراکمی بیشتر از سایر عناصر بوده باشد. بنابراین می توان اندیشید که این شرط اخیر و نیز شرط تحقق میل در رویا در ضمن قاعده واحدی قابل بیان خواهد بود. دلم می خواهد از هر گونه ابهام و اختلاطی میان مسئله که اکنون می خواهم آن را بررسی کنم برحذر باشم
و آن علل وجود شدت یا صراحت و روشنی کم و بیش زیاد پاره از عناصر رویاست و مسئله دیگری که راجع است به اختلافات میان رویاهای کامل یا قسمت‌هایی از یک رویای منحصر به فرد در خصوص شدت یا صراحت و روشنی. در مورد اول متضاد کلمات صریح یا روشن مبهم است و در مورد دوم متضاد کلمه صراحت تشویق و در هم ریختگی است. بیگمان فاصله درجات شدت و ضعف مربوط به کیفیات صعودی و نزولی عموماً با هم حرکت می کنند. زیرا فلان قسمت رویا که به چشم ما روشن و شدید می آید معمولاً واجد عده زیادی از عناصر شدید است و رویای مشوش و در هم برعکس دارای عده کمی از این عناصر است. با این وجود مسئله درجاتی که از روشنی آشکار آغاز می کند و به تشویش و در هم آمیختگی غیر قابل ادراک منجر می شود بسی پیچیده تر از مسئله درجات حاصله از میزان شدت و حدت عناصر رویا است و به دلایلی که در آینده خواهد آمد جای بررسی آن اینجاست. در پاره از موارد با تعجب مشاهده می کنیم که تأثیر روشنی یا اختلاط و ابهامی که از رویا آید ما می شود حکایت از سایق و ترکیب متن آن نمی کند، بلکه از عناصر آن سرچشمه می گیرد و همین روشنی و یا ابهام در واقع یکی از قسمت‌های سازنده آن است. رویایی را به یاد دارم که به هنگام بیداری آنچنان خوش ترکیب و روشن و کامل به نظرم آمده بود که در همان حال خواب‌آلودگی به فکرم افتاد دسته دیگری از رویاها جور کنم که از قاعده تراکم و جابجا شدن مستثنا گردد و باید آن را خیال بافی هنگام خواب نامید. با یک بررسی دقیق تر در این رویای از نوع کمیاب به همان از همگسیختگی ها و ناهماهنگی ها برخوردم که در سایر رویاها برخورد کرده بودم و مجبور شدم کار خیال بافی هنگام خواب را به همین جا پایان دهم. محتوای رویا این بود که من داشتم یک نظر به مشکل مربوط به دو جنسه بودن را که مدتی مدید مورد تحقیق بود به دوستانم معرفی می کردم و نیرویی که رویا به مدد آن امیال را به انجام می رساند سبب شده بود که این نظریه که هنوز معرفی نشده بود روشن و یک پارچه و بدون گسیختگی جلوه کردند. بنابراین آنچه را که به زعم خود قضاوتی درباره رویای کامل مزبور تلقی کرده بودم چیزی جز قسمتی به حقیقت قسمت اصلی و اساسی محتوای رویا نبود که کار رویا به نحوی آن را از نخستین افکار روز پیش به غضب گرفته بود و آن قسمت از عناصر رویا را که موفق به نمایش آن در رویا نشده بود به مثابه قضاوتی در خصوص رویا به چشم من آورد. پس این جریان را در بیماری دید که آغاز نمی‌خواست رویایی را که می‌خواستم آن را تجزیه و تحلیل کنم نقد کند، برای اینکه بیش از اندازه نامنظم و نامشخص بود. بالاخره پس از چندین بار اعتراض از این نوع گفت که در رویایش اشخاص متعددی بودند، خودش، شوهرش، پدرش، اما به نظر می‌رسد نمی‌داند آیا شوهرش پدرش است یا نه، پدرش کدام است یا چیزهای دیگری مشابه این. با مقایسه رویای مزبور با آنچه در طی ملاقات خود با من گفته بود به وضوح دریافتم که موضوع عبارت است از ماجرای نسبتاً معمولی خدمتکار خانه که باید اعتراف کند که عنقریب بچه خواهد زایید و منتظر است که از او بپرسند پدر بچه به واقع کیست. توضیح حاشیه: علائم هیستری یعنی قطع سلسله عبارات و بروز پریشانی عظیم که درد بزرگ این بیماران همین است. ادامه متن: در اینجا نیز ابهام و عدم صراحت رویا در عناصری بود که موجد آن شده بود و قسمتی از این محتوا به صورت رویا جلوه‌گر شده بود. صورت ظاهر غالب رویا برای نمایش یک محتوای پنهانی با سرعت و تکرار تعجب‌آوری آماده شده و به کار رفته است. تفسیرهایی که در مورد رویا می شود و قضاوتهای به ظاهر بی‌معنایی که از زبان نایمان شنیده می شود و بدین وسیله ظریفانه می‌خواهند قسمتی از رویا را از نظر دور بدارند، غالبا حاوی قسمتی از آن چیزی است که به خواب آنها آمده است و در واقع رویا را فاش می‌سازد. مثلا وقتی که نایمی می‌گوید که این قسمت رویا را درست به خاطر ندارم، ولی ما در تجزیه و تحلیل خاطره مبهم مربوط به دوران کودکی در آن می‌یابیم و کشف می‌سازیم که وی شخصی را که پس از انزال خودش را می‌شسته در دوران کودکی پاییده بوده است.
مثال‌های چندی در این مورد هست که این موضوع را نشان می‌دهد.